درود بر بانو زلیخا. برده ما هستی. همینطور است. و میدانی که یک برده باید از ارباب خود اطاعت کند. آیا تا کنون تمردی از من دیده ای؟ امروز هم باید اطاعت بود. اگر امری هست در خدمت. من خود را برای تو آماده کردم. پناه بیبرم از خدا. شما از من چه میخواهید؟ خیانت؟ من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. شما از من چه میخواهید؟ من از تو را میخواهم. شوی تو سالها به من محبت کرده و جایگاه مرا عزیز و رفیق قرار داده. حال به او خیانت کنم؟ من نیز از ابراز محبت تو دریغ نکردم. من از شما و همسرتان سپاس گذارم. آیا توقع دارید که محبت‌های شما را با گناه و خیانت تلافی کنم؟ مدیون منی و باید محبت‌هایم را جبران کنی و به عنوان یک برده مجبوری از من اطاعت کنی. من کلتاف شما را بردم برنگیخت خالق من بود و من بیش از شما و پیش از شما مدیون و مرگون التاف او هست. خود را از اوج عزت به این ذلت کشندم که تو را تصاحب کنم و دست بر نمی‌دارم. من گوهر نجابت و اسمت خیش را با عیش زود گذر محافظه نخواهم کرد. غیر از من و تو کسی از این راز با خبر نخواهد گشت. خود را از نظر خداوند چگونه پنهان کنی؟ تو از خداوندگار خیش بینداکی؟ من نیز از او شرمگینم. این که کاری ندارم. نمیتوانم نگاه هایت را تاب بیاورم. من را ببخش آمون بزرگ. او دیگر شاهد گناه ما نیست. بیم من از خدای توانا و بینا و شنواست. بیم از آن تندیس فلزی نشانه بلاحت و صفاحت است. مرا سفیه و ابله میخوانی؟ من صدها چون تو را زیر گامهایم لگدمال میکنم. تو لیاقت پاک کردن سرگین اسبهای مرا هم نداری. آن وقت اطاعت از آمون بزرگ را نشانه صفاحت میدانی؟ من دستور میدهم و تو مجبوری اطاعت کنی، وگرنه همینجا تو را دفن خواهم کرد. فرمان شما را تا آنجا اطاعت خواهم کرد که فرمان خالق یکتا نفس نشد. بهترین پاسخ تو تنبیه و مقابله به مثل است. مجازاتی سخت اسیر شهوت را از خواب غفلت بیدار میکند. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل با زلیخا بپرهیز، چرا که تا لحظات دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیان خویش نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامیان شیطان به سوی در بگریز. ای نبی
روی خود. اون پیامی از جانب پروردگار گرفته است. به سوی در بگریز. راه گریزی نیست. تو مجبور به اطاعت هستی. فکر میکنم در اینجا خبرهایی هست که نیاز به توضیح دارد. یک نفر سخن بگویم. وای بر ما، پاسخ این همه محبت رو میبینید؟ میبینید با همسر شما چه رفتاری شد؟ سزای کسی که نظر سو به همسر شما داشته باشد چیست؟ الا زندان با سخت ترین شکنجه ها. ولی این بانو زلیخا بود که قصد مرابده با مرا داشت. من دیدم که یوزارسیف به قصد مرابده وارد اتاق بانو زلیخا شد. حالی جناب، من میدانم هر دلیلی بیاورم برای شما پذیرفتنی نیست. شما برای حفظ آبروی خود هم که شده رای به نفع همسرتون فرمودید. هیچ کس جرأت شهادت بر علیه بانو زلیخا را ندارد، چرا که ممکن است در آتش خشم ایشان جان خویش را از دست بدهد. پیش از این مرا به خشم بیاور. من به دنبال دلیل و شاهد هستم تا ببینم گناهکار چیست. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار. حتما. درود بر عالی جناب پوتیفار. این دخترم به من سیزنن و این هم کیسن بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیران از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیران از پشت دریده شده زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ تو با گریه های خود میخواستی مرا فریب بدهی.
براستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است. من از تهمتی که به تو بستم پوزش می طلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوب